بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همگی شما بینندگان عزیز و ارجمند. امیدوارم که تا این ساعت از روز یا شب رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید. خب روز یا شب میگیم چون برنامه ماهواره‌ای هستش و ممکنه بعضی از دوستانی که برنامه ما رو میبینن الان در جایی باشند که ساعت در حقیقت فضایی براشون روز باشه. علی ای حال قبل از شروع برنامه هم اجازه به تسلیت داشته باشیم خدمت کلیه مسلمین، بالاخص خانواده حجاج محترمی که در واقعه دلخراش حج امسال در مکه مکرمه جان خودشون رو از دست دادن. تسلیت ما رو بپذیرید. خب با برنامه پنجم از سری برنامه‌های سرزمین عشق مهمون خونه‌های شما هستیم. پیش از اینکه شروع کنیم برنامه رو اجازه بدید از کارشناس محترم برنامه آیت الله موسوی زنجانی درخواست بکنم تا بعد از سلام و احوالپرسی با شما بینندگان محترم سلامی خدمت ابا عبدالله حسین و ابوالفضل عباس علیهم السلام داشته باشند تا بعد از اون بحث دیشب و بحث این شب‌های در حقیقت گذشته رو پی بگیریم. من در خدمتتون هستم. من سلام عرض می‌کنم محضر حضرت عالی و محضر همه بینندگان عزیز و ارجمند و من هم قلباً این فاجعه بزرگ را که استمرار داشته در مکه تقریباً هر سال به نحوی حجاج دچار مشکل شدن، کشته شدن، جانشون را از دست دادن و همه مسلمین تسلیت عرض کنم مخصوصاً برای بازماندگان این حجاج. باید دعا کنیم که خداوند فرجی عنایت کنه، حرمین شریفین در اختیار همه مسلمین باشه و این خاندان حاکم بر اونجا دیگر بعد از این تسلطی بر این دو نقطه اصلی اسلام نداشته باشه. الهی آمین. خیلی ممنون. اگر از بدی عرض ادبی خدمت ابا عبدالله الحسین و ابوالفضل عباس داشته باشیم و بعد از اون السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین سید الوصیین، السلام علیک یا ابن فاطمه الزهرا سیدة نساء العالمین، السلام علیک و علی الارواح التي حلت بفنائک، السلام علیک یا علی ابن الحسین، السلام علیک یا مولاي یا ابوالفضل عباس قمر بنی هاشم، السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته. خب اجازه بفرمایید با آرزوی تعجیل در فرج مولا صاحب العصر جلسه 5 از سلسله برنامه‌های سرزمین عشق رو با موضوعیت امیرالمؤمنین علی علیه السلام و واقعه قدیر خدمت شما داشته باشیم. اللهم عجل لولیک الفرج و العافیت و النصر. در شب 3 از شب‌های دهه قدیریه هستیم. در برنامه‌های پیشین راجع به فضائل امیرالمؤمنین علی علیه السلام صحبت شد، راجع به حدیثی از پیامبر اکرم در مورد حب و بغض علی ابن ابی طالب صحبت شد و دیشب نزدیک به طور دقیق 30 مورد از در حقیقت آیات روایاتی که در کتب معتبر اهل سنت روایت شده مرور شد. خب خلاصه از بحث دیشب را اگر بخوایم خدمت شما بینندگان محترم داشته باشیم، به این نتیجه رسیدیم که در زمان پیامبر و پس از ایشون منافقین زیادی متاسفانه از انصار مهاجم و کلا از اصحاب پیامبر در بدنه حکومتی که پس از پیامبر تشکیل شد وجود داشتن. حتی زمانی که خود پیامبر صلی الله علیه و آله هم در قید حیات بودند، این منافقین در حقیقت در گرداگرد پیامبر وجود داشتند و بنا به دلایلی که دیشب ذکر شد پیامبر نمیخواستند که در حقیقت اونها رو از بین ببرند. در ذیل در حقیقت مورد 18 هم که عرض شده و خدمت شما به سمع و نظر شما بینندگان عزیز رسید، در ذیل فقره 18 و ماده 18 هم کاملا مشخص بود که آیه عمر ایشون سرکردگی جمع کثیری از منافقین رو به عهده داشتند با اذعان به اینکه میدونستند اینها جزو منافقین هستند و الی آخر. و بحث دیشب تا فقره 30 و ماده 30 به پایان رسید. اجازه بدید از کارشناس محترم حاج آقای موسوی زنجانی بپرسم که اگر از بحث دیشب مورد دیگه ای مونده اون رو تکمیل بفرمایند و اگر نه که انشاءالله با امید خدا به بحث امشب بپردازیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مستندات ما بالکل از علمای محترم اهل سنت است. فضای بحثم احتجاج و شبه مناظره است، ولی اون که در مناظره کسی در مقابل نداریم ولی مقابل غیر مستقیم داریم. شبکه‌های وهابیون مقابل این قضایا هستند و اینکه مثلا مستقیما ما بیاییم یک تعبیر خشنی داشته باشیم که بگیم مثلا فلان صحابه عمر بن الخطاب سردسته منافقین، به این شکل هم جلو نمیریم. بگیم آقا آنچه که هست اینه که شما نقل فرمودید. حذیفه به عمر گفت بالاخره کارت به جای رسیده، تستعان و نظیر این تعبیر کمک میگیری از منافقین برای حفظ قدرت. ایشون گفت بلی نستعین و به قوت المنافقین و اثمهم علیه یا اثمه علیهم. بلی استمداد میکنم، استعانت میجویم از قدرت منافقین برای حفظ قدرتم، گناه نفاق برگردن خودشون. درست. این دیگه که کاملا از همون روایات کتب اهل سنت بود. ببینید کنز العمال خبر جلد 4 صفحه 614، خبر 11775 سنن کبرای بیهقی برای همین جمله، جلد 9 صفحه 36، المصنف ابن ابی شیبه جلد 7 صفحه 269 خبر 120. اینها شخصیت‌های درجه اول علمای اهل سنت. ابن ابی شیبه استاد بخاریه، من کتابش و مصنفش از اول تا آخر بررسی کردم، تقریبا رساله پسر عمره. بله، عبدالله بن عمره. خب این آقایان نوشتن، جناب خلیفه دوم اعتراف کرد، حالا آمدن بحث کردن این حدیث ساختگی است و چی است. خب قبول ساختگیه، بنده هم 2 تا امضا میذارم ساختگی جناب خلیفه دوم رهبری منافقین را بر عهده نداشته مطلقا. شما بفرمایید اون منافقینی که در قرآن در 11 سوره 37 آیه هشدار داده خطر اونها را یک نفر به ما معرفی بفرمایید. بگید این یه نفر منافق بوده. عبدالله بن وبی زمان پیغمبر فوت کرد و رفت، تمام شد. این یه نفر منافق بود، تمام. بقیه زمان عمر چه کسانی بودن؟ اجنه قطعا نبودن، بله. ملائکه هم نبودن، قطعا قرآن میگه صحابه بودن. درست شد؟ درست. این صحابه هایی که قرآن در حالا دقیقشون بگم دیگه، آل عمران 1 آیه، حشر 1 آیه، توبه 11 آیه، احزاب 7 آیه، فتح 2 آیه، حدید 2 آیه، انفال 1 آیه، منافقون 4 آیه، سوره منافقون، بله. نساء 6 آیه، عنکبوت 1 آیه، تحریم 1 آیه، 11 سوره 37 آیه، بله. درست؟ قرآن 37 بار هشدار داده خطر اینها کمتر از کفار نیست. آقا یک نفر ما شیعه ها در طول 1400 سال منافق پیدا نکردیم در کره زمین. اگر بگیم اینه، میگن صحابه است، مرتد شدی. بله، طبق همون حدیثی هم که میگن اصحابی کن نجوم، بله. منسوب میکنن به پیامبر، اصحابی کن نجوم، تمام صحابه من اقتدیتم، بله. به هر کدام اقتدا کنید مسیر درسته. سوال، بله. تمام آن روایات، بحث های دیشب به کنار، درست. این همه سند شمردیم به کنار، همه از اهل سنت. سوال از امروز از علمای محترم اهل سنت و آقایان وهابیون میپرسیم و درخواست میکنیم در شبکه های مبارکشون، بله. به بشریت بگن آقا جواب موسوی اینه، بعد از پیغمبر زید منافق بود، عمرو منافق بود. 3 نفر 4 نفر از این منافقینی که قرآن 37 بار هشدار داده به ما گزارش بدن. درخواست خیلی ساده است. در قرآن 37 کتاب آیه، شفای با علی سینا نمیخونیم، اشارات نمیخونیم، پیچه در قالب 11 سوره 37 آیه قرآن به منافقین اشاره کرده. بله. 100% بالاخره منافقین وجود داشته که قرآن به اونها اشاره کرده. بله. اونها رو معرفی بکنید که لااقل به این آیات قرآن عمل کرده باشید. بله. چیز زیادی نیست، نخواستیم. خب مطلب بعدی بفرمایید. سوال، چرا عمر شب روز تلاش میکرده در 10 ها کتاب اهل سنت، بله. اینم محاسبه کردیم دیگه، تخمینا کتاب هایی که این مطلب آمده، تیراژ را، کشورها را، سنوات را، 1400 ساله را ملاحظه کردیم، باز حدود 1 میلیارد صفحه میشه. درست. 1 میلیارد صفحه علمای محترم اهل سنت با دست مبارکشون، قلم مبارکشون نوشتن که عمر گفته سوره احزاب که 73 آیه است، 207 آیش افتاده، به اندازه سوره بقره بوده. چرا؟ سوره احزاب چرا؟ من بگم چرا؟ بفهمید. چون سوره ای است که منافقین را، ببینید عددش را بگم، سوره احزاب 7 بار آبروی منافقین را برده بود. 1 2 چرا زید ابن ثابت یهودی، چرا جناب عمر همیشه میگن سوره توبه سوره ای است که آیاتش پراکنده بوده، از منزل خزیمه ابن ثابت بعضیاشو تکیهاشو پیدا کردیم، در به داغم بوده این سوره. عجب. این برای چی؟ چون تنها سوره است در قرآن در رأس هرم 11 بار منافقین را چی؟ کوبیده. ما نمیدونستیم چرا عمر زید ابن ثابت یهودی روی این سوره زوم کردن، این سوره برباد رفته. چه شده؟ آقا در کل قرآن این 2 سوره در رأس هرم توبیخ منافقینه. روشن؟ بله. حالا عرض کردم ما شفای بو علی سینا را نمیخوانیم پیچیده بشه، درست؟ اشارات را نمیخوانیم، نسبیت انشتاین را نمیخوانیم، کاپیتال جلد اول را نمیخوانیم، یا کفایه شیخ را واقعا نمیخوانیم مرحوم آخوندا که بگه آقا این کتاب ها پیچیده انتزاعی است. اجلا فقط برای عامه قابل فهم سوال بنده عرض میکنم و جواب از اون واضح تر. بله دبستانیه. بله. در قرآن 37 آیه آمده منافقین خطرناکن، مواظب بشید، اینا را بشناسید. چشم. در چند سوره؟ 11 سوره. ما مچ آقای وهابی را با نهایت احترام میگیریم طبق قرآن. اخی میگم من مسلمانم دیگه. بله. اخی برادر مسلمان، انما المؤمنون اخوه جان. از زمانی که پیغمبر از دنیا رفته تا حالا یک منافق اجازه بده معرفی کنیم، اگر اجازه دادن، چون دست رو هر صحابی که میذارید میگن عادله تا کافر شدی، مرتد شدی. بله. آقا منافق یعنی بخش اعظم صحابه. اصلا عذر میخوام، من یه مطلب خیلی مختصر رو اینجا اگه اجازه توضیح بدم، واقعا به ذهنم خطور کرد. خب بالاخره غیر از صحابی پیامبر چه کسانی بودند که دور و بر پیامبر بودند؟ بالاخره این آیاتی که بر پیامبر نازل شد در مورد منافقین در زمان حضور و حیات پیامبر نازل شد. در مورد منافقین صحبت کرد و گفتش که آقا منافقین به این صورت به این صورت به این صورت. مثلا در آیه 145 سوره نساء میگه ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. بله. خب یعنی منافقینی وجود دارن. خب تون ترین آیه قرآنه. خدا خیرتون بده. یعنی منافقینی وجود دارن، یک مسیرشون به این صورت هستش و خدا هم از دست اونها در حقیقت. در نماز جمعه هم همیشه سوره منافقین رو بخونید دنیا تا روز قیامت. خب. بفهمن یکی از نقاط خطر اینجا. حالا سوالی که من اینجا دارم، یعنی واقعا از همین دوستان وهابی که شما فرمودید، واقعا در اطراف پیامبر همون صحابه وجود داشتن، همون کسایی که الان شما میگید که هرگز صحابه نبود، با عبدالخیار خوردن کنار سفره پیغمبر میشد صحابه. میشد صحابی. خب. یعنی این منطق آقایان قطعا به محض مصاحبه و همصحبتی با پیامبر میشد صحابی. خب شما وقتی که به حدیث به ایهم اصحابی کن نجوم به ایهم اقتدیتم اهتدیتم شما مهاجم میکنید و به اون در حقیقت اعتقاد دارید، چجور این حدیث رو با این آیات قرآن جمع میکنید؟ یعنی شما یک حدیث رو که حالا میگیدم در مقابل قرآن چگونه میستید؟ چجور اصلا میستید با یک حدیث در مقابل قرآن؟ یعنی قرآن این حرفی که زده، این منافقین به قول شما آیا وجود داشتن نداشتن، ملائکه بودن، جن بودن یا انس بودن؟ بله. اینم اضافه کن. بفرمایید. الان همین جمله آقای حجر ابن عدی یا عدی. بله. صحابه بود، نور چشم علی ابن ابی طالب بود، معاویه کشت. اگر اقتدا می کردیم طبق اون منطق هدایت پیدا می کردیم. معاویه کشت، اشکال پیدا نکرد. بله. عمار یاسر نور چشم پیغمبر بود نبود، فرمود شما را طاغوت فئه باقیه اهل ظلم میکشه. معاویه کشت، ظالم نشد. چرا هر کس بهترین صحابه هست بکشی اشکال نداره، اما اون کسانی که در معرض نفاق نور چشم شماست اینا، یعنی ما شیعه‌ها اینقدر هم بلد نیستیم این قضیه رو بی‌پرده بگیم. آقا متن قرآن قبیله ای را، صنفی را معرفی فرموده به نام منافقین. پیغمبر که از دنیا رفت احدی نمیتوانست بگه زید امر، هر کس یک عرب بدوی بیابون نمیتونست بگه چی؟ منافق. من گشتم این همه کتاب معتبر از نظر علمای محترم اهل سنت، لسان المیزان، میزان الاعتدال، ببینید اینا کتاب های رجالی معتبر شده، کتاب مشهور ابن اساکر، طبرانی و کل رجالشون. یک بار من که پیدا نکردم میگه این آقا منافقه، این آقا منافقه. چرا منافق شدن، منافق بودن، حتی معرفی منافق بعد از شهادت پیغمبر ممنوعه؟ خب جوابشو دیروز گفتیم. اگر چون این بخش اینها کسانی بودن، ببخشید یادتون نره اون جمله که میخواید بفرمایید، اینها کسانی بودن پیغمبر فرموده بود ملاک علی، هر کس مخالف علی اون منافقه. خب یه سوالی اینجا مطرح میشه، ممکنه وهابی بیان و بپرسن که خب اگر قرار بود معرفی بشه پیامبر معرفی میکرد، پس ما هم به پیامبر اقتدا میکنیم و آنها رو معرفی نمیکنیم. هرچند جواب این سوال رو ما دادیم در جلسات قبل، میخوام مجددا این تکرار بشه. خوبه. پیغمبر اسلام اون کسانی که در کنارش بودن فرمود علی این آقایان که نشستن هر کس محب توست اونا چی هن؟ مؤمنن. هر کس مبغض توست منافقن. این معرفی بود دیگه. خیلی عالی. به اسم مثلا نگم، نه میخوام بگم خودشون نقل کردن. آقای زید بوده، عمرو بوده، بکر بوده، دعد و خالد بوده، اکس اگریک بوده. بعد اون وقت خطاب به علی فرمود علی هر کس مخالف تو باشه او منافقه. اینو خودشون لو دادن اولا. ثانیا دیروز چه گفتیم؟ ابن ابی حدید و 10 کتاب دیگر، ابن اساکر و 10 کتاب دیگران گفتن که وقتی که پیغمبر اسلام یک جوان 19 ساله به نام اسامه را فرمانده لشکر اسلام کرد و به ابوبکر، عمر، عثمان و دیگران فرمود بروید سرباز ایشون بشوید، رفتن منافقین از اصحاب انتقاد کردن به رسول خدا در لشکر. بله. به ابوبکر گفتن آقا تو وجیه المللی، خدمت آقا پیغمبر پیام بده آقا ما اینو نمیخواییم. چه کسی؟ عمر. منافقین از اصحاب که تو یکی از روایات هست. بله. که تو اهل سنت بود خوندی آقای عمر. آقای ابن ابی حدید میگه این سخنگوی منافقین شخص خلیفه دوم بود. بله. اینو ما چه کار کنیم؟ ما روایت رو میخونیم. بله. آقای ابن اسا، ببخشید، متقی هندی در کنز الاموال امروز خوندیم. بله. آقای دوم بیهقی در سننش، ابن ابی شیبه در کتاب خودش چه نوشتن؟ نوشتن که حذیفه گفت جناب خلیفه دوم، مثل اینکه دیگه جمع جور کردی تستعان چی؟ بالمنافقین. اصلا ابانه که گفت بلی نستعینو و اسمهم علیه. بله، نستعینو به قوت المنافقین و اسمه علیهم. گناهشون گناه نفاقشون به گردن خودشون، من از اینا لشکر درست میکنم. سوال ما اینجا تمام شد این بخش. بله. که تا روز قیامت سوال شیعه از آقایان وهابیون اینه منافقین کی هستن؟ مسلمانان محترم، شما یک نفر منافق، 2 نفر منافق بعد از پیغمبر اسلام اجازه بدید نام ببرید. بله. به هر کس شیعه ها گفتن منافق گفتن این صحابه پیغمبر کل صحابه عادله. بله. شما با آیه قرآن می‌جنگی؟ دقیقا. شما میگفته من مخالف شیعه‌ام، خب مخالف من باش. چرا مخالف قرآنی؟ چرا مخالف سنت پیغمبری؟ مگر قرآن به صراحت نگفته در 11 آیه 37 ببخشید 11 سوره 37 آیه. بله. که خوندیم گفت آقا این تیپ را باید شما بشناسید. آقایان وهابیون موظفید شما ذیل این آیات در تفاسیرتون فرار نکنید. اینا کیا بودن؟ این تمام شد بحث ما. احسن. خب اگر اجازه بفرمایید در این جلسه باز هم به فضایل و مناقب امام علی علیه السلام بپردازیم تا برگردیم اصل موضوع. بله، چون در حقیقت اصل موضوع جلسات ما فضایل امیرالمومنین علی ابن ابی طالب است. چون ما منابع باید به شماریم، شبیه مکتب‌های قدیمی میشه جلسه ما، باید سند بخونیم. ان شاءالله که بینندگان محترم این مسئله رو خسته نمیشن و حتما مد نظر شما بینندگان محترم هست. بله. که ما در این جلسات سعی داریم کاملا مستدل و از منابع و کتب اهل سنت روایت ها رو. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم انت یا علی انت و شیعتک تردون علی الحوض. الحوض نیست، علی الحوض. بله، شما و شیعیان تو وارد میشن چی؟ بر ما در حوض کوثر. حالا این تعبیر رو ما اضافه میکنیم، کوثر اضافه میکنیم. خب مجمع الزواید هیثمی جلد 7 چاپ قوس و جلد 9 دقت کنید. بله. صفحه جلد 9 صفحه 131 جلد 9 7 من اشتباه گذاشتم. 2 معجم کبیر طبرانی جلد 1 صفحه 298 چاپ عراق. درالمنصور سیوطی جلد 6 صفحه 379 چاپ دارالفکر بیروت. بله. اللعال المصنوعه همون سیوطی جلد 1 صفحه 197 چاپ دارالکتاب العربی مصر. بله. 5 تنزیه الشریعه ابن عراق جلد یک صفحه 366 چاپ قاهره. بله. الفوائد المجموعه شوکانی صفحه 380 چاپ السنت المحمدیه. خب این چند تا شد؟ 6 تا. بله. خب چون بنده اون وقتی که شروع کردم به تحقیقات اوایل طلبگی و رسیدیم به مسائل فقهی سپس تاریخی هیچ وقت نه کامپیوتر داشتیم نبود. بله. لذا اینها را شما ضرب حداقل در 10 بفرمایید تا 100 از چه بگیرید؟ اینترنت. ببینید حجم روایت چقدر. 2. قال رسول الله یا علی انت و شیعتک فی الجنه، با این تعبیر علی تو و شیعیانت در بهشتی. کنز الاموال موجود 31631. 2. فواید المجموعه شوکانی 380. تاریخ بغداد خطیب جلد 12 صفحه 289 و 358. آقای ابن جوزی در علل المتناهیه جلد 1 صفحه 161. بعد اینها البته ابن ادی در کامل فضعف آورده که برای ضعفش، آقای ابن جوزی در موضوعات آورده، یعنی بررسی کرده آقا اینطوری نیست، اما قبول کرده چون این روایتی در فضای اهل سنت هست. 3. قال رسول الله انت و شیعتک یوم القیامه راضین، هم خدا از اینها راضی است هم اینها از خدا. مدرک در المنصور جلد 6 صفحه 379. 4مین روایت، یعنی لحن فرق میکنه. قال رسول الله انت ولی کل مؤمن بعدی، یعنی چه؟ تو پس از من ولی سرپرست همه مؤمنین هستی. خب مجموع زواید جلد 9 صفحه 120. منحت المعبود ساعاتی چاپ منیری رقم 2652. البدایت و نهایه ابن کثیر مشهور جلد 7 صفحه 339 و 346 چاپ دارالفکر. 4. یعنی یک روایت میخوانیم، بله، مدارک و در حقیقت اسنادش رو. 4. معجم طبرانی جلد 12 صفحه 99 چاپ عراق. 5. تهذیب و خصائص علی از نسائی مشهور صفحه 18 چاپ دارالکتب العلمیه. 6. تفسیر طبری جلد 30 صفحه 171 چاپ دارالفکر. این هم این، اما 5مین روایت در فضائل علی. قال رسول الله علیون باب حطه، توضیح بدن، یک دری بوده بین بنی اسرائیل، از اون درب بنا بود عبور کنن، چون طوری ساخته شده بود در حال رکوع خم شدن. اینا میگفتن باب حطه، هر کس از اونجا رد میشد گناهانش ریخته میشد. پیغمبر فرمود علی ابن ابی طالب علیه السلام هم درب فرو ریختن گناهان چی؟ مسلمینه. خب اینم باب حطه است. مدرک کنز الاموال خبر 32910 36371. علل المتناهیه همه از اهل سنت جلد 1 صفحه 238. خب اینم این روایت که ضرب در 10 باید بشه. بله، از اینترنت بگیرن، شما بدون استفاده از کامپیوتر استخراج کردین. فقط یه سوال از میخوام، همونطور که فرمودید من فقط برای اینکه اذهان عمومی بیشتر با این موضوع آشنا بشه و کاملا مطلب باز بشه، در طی صحبتاتون فرمودید که بعضی از این احادیث رو کتب اهل سنت آوردن و خواستن اون رو مخدوش بکنن یا خواستن اون رو تضعیفش بکنن. خب شما فرمودید که بالاخره اینو قبول دارن که این وجود داره، در فضای اونها بوده. خب آیا اون شخصی که حالا آورده و خواسته این رو تضعیف بکنه، یک نفر آورده این رو روایت رو خواسته تضعیف بکنه و تضعیف کرده، مابقی اکثرا روایت رو تایید کردن؟ اجازه بده بس توضیح بدم عزیزی بزرگوار شما. ببینید خود امیرالمومنین را کشتن. بله. خب. روایت منسوب به او را نمیتونن بکشن. خیلی شمشیر سر انسان را میبره، قلمم سر فضائل را میبره. آقا قضیه یک جمله به شما نقل بکنن از قضایای علی بن ابی طالب، قبلا خوندم 5-6 سال پیش. شخصی آمد گفت که سعید بن مسیب پسر من چیزی میگه. چی؟ گفت میگه از شما نقل شده رسول خدا فرموده یا علی انت منی به منزلت هارون من موسی. بله، مخفی بود، امنیتی بود مؤمن. بله. سخن از بیان فضا، سخن و بیان از فضائل علی علیه السلام ممنوع بود. این آقا آمده میگه ضعیفه، میگم اصلا ضعیفه. خود علی ابن ابی طالب که هست، خودش که ضعیف نیست. چرا در حین حضور سعید ابن مسیب که رئیس و تابعینه سال دوم خلافت عمر متولد شده، قضیه طوریست که میگه پسر من چیزی از شما نقل کرده، جریان چیه؟ که صدا شده همچه قضیه هست. پس این که روایات تضعیف بشه یعنی چه؟ ببینید که این جمله را قبلا گفتم، تکرارش ضرر نداره، نفع داره. چون بعضی مثلا میخوان بیان جواب بدن به صحبت‌های شما، میگن آقا اینو که آورده فلان مثلا که تو کتاب اصلا تضعیفش کرده، اصلا این روایت نیست، برای اینکه بخوان جواب بدن مطمئنا از این زاویه میان. ولی دقیقاً همونطور که شما فرمودید، خود امام علی علیه السلام رو شهید کردن، آیا روایت رو نمیتونن؟ اگر عمری باشه ان شاء الله دو سه شب آینده، شاید فردا برسیم، نمیدونم ما چقدر جلو میریم. 360 نفر را میاریم از علمای درجه اول اهل سنت، اونم قرن به قرن. مثلا 30 نفر قرن اول، 40 نفر قرن دوم، 20 نفر قرن سوم، اینطوری تا زمان خودمون. اینها یدم به ید، یعنی دست به دست، همه گفتن رسول خدا علی ابن ابی طالب را آنقدر در معرفی قدرتمند معرفی کرد، گفت قیچی کنید که نبوت داره، نبوت نداره، اما من هرچی هستم این همونه. درست شد؟ بله. خب کسی که پیغمبر نه، خود قرآن فرموده انفسنا، نفس پیغمبر است علی ابن ابی طالب، این هم سند میخواد یا متن قرآنه؟ متن قرآنه. خب چی بگیم؟ خب پس دیگه راه بر اون دوستانی که بخوان احیانا بیان از این طریق به مباحثی که ما امشب وارد آوردیم خدشه وارد بکنن، انشالله بسته شد. اگر توضیح منطقی دارن و بحث منطقی دارن، ما حاضر هستیم که صحبتاشون رو بشنویم. خب این عبارت رو ببینید، انت تو یا علی، انت یا علی تقتل علی سنتی، حرف کوچیکی نیست، سرت را از تنت جدا می کنن، تو طرفدار سنت منی. سنت من هست. پس علی را برای چی کشتن؟ به خاطر چون سنی بود، رعایت سنت به پیامبر. به معنای واقعی طرفدار چی بود؟ سنت پیامبر. خب حالا الان به ما سنی نمیگه، اونا ما چیه؟ فقط امام حسین را به این دلیل کشت، همینجا حدود 37 قدم فاصله داریم ظاهرا. در این 37 قدم من به شما جمله را بگم. ایشون گفت اسلام آن است که پیغمبر اسلام آورده، کشتنش. چرا گفتن از سنه من رسول الله و من ابیبکر و من عمر، سه تا سنت مادی، یا هیچ کدام نباشه، اگر باشه سه تا باشه. کشتن ابوبکر و عمر که دیگه وحی بهشون نازل نمیشد دیگه، چه سنتی میخواد داشته باشه؟ مگر اینکه باید تالی تل پیامبر و پیرو پیامبر میبودند. یعنی حتی این مهاجه هم علی ابن ابی طالب فرمود یک کلمه من سنت ندارم. بله. یک کلمه من سنت نیاوردم، یعنی اضافه بر چیزی که پیامبر، هرچه هست مال پیغمبر اسلامه. بله. قال صادق علیه السلام، قال رضا علیه السلام، از سنه ما قال الله و قال رسول الله، لا قال فلان قال بهمان. این روایته. بله. سنت آن چیزیست خدا بگه، رسول بگه، نه فلانی و فلان و بهمان. درست شد؟ حالا من آمار به شما گفتم. قال رسول الله در کتب تفسیری درجه اول برادران اهل سنت 2% قال رسول الله، 98% غیر قال رسول الله. این فاجعه نیست؟ یعنی حاجی ها فقط در مکه شهید شده، چی کسی شهید نشده؟ محتوای قرآن شهید نشده، سنت شهید نشده، اهل بیت شهید نشده، یک خاندان سلطنتی نه خدا نصب کرده نه پیغمبر، مشروعیت آسمانش رفت. بله. مردم هم که والله انتخاب نکردن ابدا. مشروعیت زمینی هم که نداره. به چه دلیل حاکمه؟ یک آقا آمده جلو چیز بسته، مکه دقت کنید. بله. 5 مسیر بوده، این آقای سلطان ابن سلطان آمده نگاه کنه، من نمیدونم برای چی آمده. دو مسیر را بستن، حاجی ها منحصر شدن در سه مسیر، من رفتم یک بار مشرف شدم دیگه. خدا میداند اگر نبوده که یک حاجی بغل من بود دستیشون رو گرفتم، پام دو قسمت، یعنی ساق پا له شده بود. بله. چون اونجا هیچ برنامه نیست. من نمیخوام عراقی ها رو تعریف کنم، دنیا دیدن این عراقی های مؤمن. بله. بعد از 36 سال جنگ ترور، درست، و حکومت جائر، 20 میلیون نفر را فقط مردمشون در زیارت اربعین پذیرایی میکنن. احسن. 90 کیلومتر، 90,000 متر، بیش از 90,000 خانواده، 20 میلیون نفر زائر حسین علیه السلام را پذیرایی کردند، برگردوندند. اجازه بدید مکه اگر این سلاطین بگذارن 1,5 میلیارد، 40 میلیون باید برن مکه. دقیقاً. فقط محکم نگه داشتن 3 میلیون نفر، این هم 3 میلیون نفر شد که بازم یه همچین نتایج. تاج دارن، تشکیلات دارن، دلار دارن، نفت دارن، امریکا را دارن، اسرائیل را دارن، هر سال گرفتاری. آقا مسلمین بیایید، بیدار شید، هسته اسلام مکه است. بله. هسته قرآن مکه است. اهل بیت به خاطر ندای کعبه، به خاطر قرآن قطع شدن. ما نوکر حسینیم چون فقط حسین صادقانه مفسر قرآن، مدافع سنته. پس بنابراین این عراقی ها 20 میلیون نفر را مدیریت کردن. اگر آقایان اجازه بدن برای نمونه همین ایران و عراق، عراق ایران، اینها برن مدیریت کنن، نمونه برای 1 سال ببینن از دماغ کسی خون میاد. خب برگردیم به موضوع. فقط حالا من خدمت اتفاقا پیشنهادی هم شده، همونجوری که شما خودتون فرمودید که گروهی از مسلمانان متشکل از کلیه کشورهای اسلامی، از هر کشوری 10 نفر بیان مدیریت، فرض کنید 50 کشور، مثلا 500 نفر مغز متفکر بنشینن، تقسیم کار بکنن، حجم حجاج را بررسی کنند، ظرفیت غذا را، ظرفیت مسیر را، توسعه دادنی توسعه بدن، از هر لحاظ مشکل دارن تقسیم کنند. امیدواریم که انشالله این اتفاق بیفته و به امید خدا دیگه شاهد یک همچین فجایعی نباشیم. خب در راستای بحثمون و بیان مناقب و فضائل امیرالمومنین علی ابن ابی طالب، اگر اجازه بفرمایید یک میان برنامه رو با هم ببینیم و بعد از اون مجددا در خدمت بینندگان باشیم. به یک میان برنامه توجه بفرمایید. خب با ادامه بحث در خدمت شما هستیم. تا اینجای بحث در مورد فضائل و مناقب امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب صحبت شد و از کتب اهل سنت مصادری هم خدمت شما بینندگان محترم ارائه شد. علاوه بر این مطلب باز هم مجددا تاکید میکنن در مورد بحث نفاق، یعنی یک فلشبکی میزنیم، یک برگشتی میکنیم به بحث قبلی که در مورد بحث نفاق هم 11 سوره در قالب 37 آیه منافقین رو کاملا مورد هجوم قرار داده خداوند متعال. خب سوال ما از وهابیان اهل سنت این هستش که این منافقینی که قرآن با اونها مبارزه میکرده، خداوند در این 11 سوره در مورد اونها آیه نازل کرده، این منافقین در زمان پیامبر وجود داشتن و بعد از زمان پیامبر هم وجود داشتن. در زمان پیامبر کسانی که با پیامبر نشست و برخاست کردن و حتی یک سلام و علیک هم کردن، حکم اصحاب رو به اونها دادید. آیا از بین اینها پس منافق پس حکم این 37 آیه قرآن چی میشه؟ این 37 آیه قرآن در مورد چه کسانی نازل شده؟ و این سوالی بود که ما توی این برنامه از دوستان اهل سنت پرسیدیم. و اما در مورد مناقب و فضائل علی ابن ابی طالب، آقا اگر باز هم در این زمینه موردی هست بفرمایید، که اگر نیست انشالله بحث رو توی موضوع دیگه ادامه بدیم، چون زیاده بحث ادامه خواهد داشت. یعنی هر شب ما تقریبا داریم کلا ما برنامه‌مون در مورد فضائل امیرالمومنین هست. بله، حالا اگر میخواید مثلا ما بقیه رو بذارید برای شب‌های آینده، امشب به بحث دوم بپردازید. اگر هم هر جور سلام بحث دوم امشب اینه که بعد از نقل فضائل عرض کنیم رسول خدا به قول امروزی ها سنگ تمام گذاشت برای کوبیدن آن کسانی که ضد فضائل علی ابن ابی طالب است. ما این قسمت رو، این هم زیاده دیگه، یعنی هر شب مقداری از فضائل علی علیه السلام را میخوانیم و مقداری که رسول خدا دشمنان علی را در کتب علمای محترم اهل سنت کوبیدند، دشمنان علی را کوبیده اونا را نقل میکنیم. عذر میخوام، پس میخواد بفهم که یعنی در زمان رسول خدا هم کسانی بودند که با مناقب و فضائل امیرالمومنین علی ابن ابی طالب مخالفت میکردن یا اونها رو میخواستن بکوبن و پیامبر در جواب اونها جواب دندان شکنی داده. خب خب یک اجمالی هم از این تفسیر بگیم. بفهمید رسول خدا فرمود هر چه من اصرار بکنم شما قدرت را به علی نمیخواید بگید، لذا من پیغمبر هم کسانی که بعد از من به قدرت میرسند را خواهم کوبید. ببینید؟ بله. این مطلب کجاست؟ کنز العمال البته چند جا هست به خاطر اینکه شماره داره. بفهم. عدد روایت را به شما بگم 71000 روایت. 71000. 71000 روایت راجع به فتنه، این که رسول خدا حاکمان بعد از خودش را فتنه‌گر معرفی کرده، یعنی 71000 روایت مورد از کتب اهل سنت بنده جمع کرده که مقدارش میکنه. بله احسنت، بفرمایید. رسول خدا فرمود بعد از من شما میخواهید کشورگشایی بفرمایید، بله، اما از حاصلون خبر ندارید. چی میشه؟ تجعلون بعضکم علی رقاب بعض، یکی بر دیگری چی؟ گردش سوار میشه، یعنی این حاکم میشه به اون، بله. اون وقت تتنافسون، رقابت شروع میشه، تتحاسدون، حسادت یکدیگر را خواهید برد، ثم تتدابرون، یعنی پشت به یکدیگر کردن، ثم تتباغزون، دیگه غضب و دشمنی شروع میشه. این کنز العمال خبر 30844. یک. دو، احذرکم 7 فتن تکون من بعدی، از 7 فتنه بعد از من از 7 نقطه شروع خواهد شد. خب تقبل من المدینه فتنتون تقبل من المدینه، از پس مدینه به فتنه کشیده میشه. عجب. فتنتون به مکه فتنة چی؟ من الیمن، فتنة تقبل من الشام، فتنة تقبل من الشرق، و فتنة تقبل من المغرب، و فتنة من بطن شام، و هی فتنة سفیانی. من بررسی کردم واژه سفیانی، امروز ما میگیم فتنه جهانی، میگن تروریسم بین المللی. حالا این برداشت است که بعد این هم خبر 3840 پیغمبر فرمود بعد از من کشور هسته‌های جهان اسلام که شهرهای جهان اسلام تبدیل میشه به چی؟ مراکز فتنه. پس از نظر پیغمبر اسلام این شهرهای بعد از او که به قدرت دیگران اداره میشد مراکز چی شد؟ حتی اجازه بدید نگی مراکز فتنه، بگیم که فتنه از اونجا، چون یه همچین حالتی تداعی نشه که در حقیقت فتنه از خود اون، از کسایی که در حقیقت بر اونجا اشراف کردن، مردم فتنه‌گر نیستن، بله. فتنه رو اینها میکارن که بعد از من به قدرت میرسن. خب دو سه این من بعدی ائمه یعنی چه؟ بعد از من حاکمانی به قدرت میرسن. این اطعتموهم اکفروکم، اطاعت کنید از اونها شما را به سوی کفر میکشانند، راهنمایی میکنند، بله، کافرتون میکنند. و این عصیتموهم قتلوکم، اگر زیر بار اونها نروید شما را خواهند کشت. اهل بیت زیر بار نرفت، بقیه زیر بار رفتن چی شد؟ مفهومش. خب ائمة الکفر و رؤوس الزلال، اینها ائمه کفرن و رؤوس سران زلال. آدرس این رو هم اگر بفرمایید دقیقاً عبارت دیدی الان میگم. بله چون آدرس کنز الانباز 3849 30000. یه روزی هم نوشتم حسن وصلی گفت که ما در چنین شرایطی هستیم. بله تکان بخوریم میکشن، بمانیم به سوی کفر. خب دقت کنید قال رسول الله نعوذ بالله من رأس ستین، یه جا هست که من مهاجری، اینجا آقایان وهابیون جواب بگن، میگن که مؤسس و مخترع و تعیین کننده تاریخ هجری قمری و شمسی عمر بوده. اتفاقا پیغمبر چند جا فرموده من مهاجری، حسین را میکشن در رأس سال 60، یعنی تمام شد سال 60 میشه از هجرت من. این که پیغمبر خودش هجرت را معرفی کرده، این چی میشه؟ می‌بینیم که در حقیقت اون مطلب به خدا پناه میبرم از آغاز چی؟ سال 60 چی شد؟ معاویه رفت، بله یزید. خب آقایان کلا مینویسن معاویه رضی الله عنه، یزید رضی الله عنه. عجیب. کنز الاماس 3850 چهار. اون وقت اضافه داره های آدم رفعی من امارت سبیان، از حاکمان از حکومت کودکان. 5 انکم ستبتلون فی اهل بیتی بعدی، همه شما ای صحابه، شما بعد از من در ارتباط با اهل بیت من امتحان خواهید شد، مبتلا خواهید شد. خب امتحان شد یا نشد؟ بله. اهل بیت زنده ماندن، کشته شدن، قتل عام شدن، به شهادت رسید. کنز النماز 3878 این عبارت رو دقت بفهمید. 6 سیکون بعدی، بعد از من که پیغمبرم از دنیا رفتن، امراءون یقتتلون علی الملک یقتل بعضهم بعضا، به محض مرگ من امرا که به قدرت میرسن سر خلافت و سر ملک پادشاهی یکدیگر رو چی؟ خب همدیگر میشه. خب ببینم این روایت ها داخل کتب اهل سنت هست، خبر 3889 این روایت ها در کتب اهل سنت هست، بله. خب اینها رو هم دقت میکنند، تطبیق میدن با امرا و خلفا که در حقیقت بعد از پیامبر به خلافت رسیدن. چجور جواب میخواد؟ همشون رضی الله عنه. ببینید حدیث پیامبر که خودشون روایت کردن، کل کتب آقایان وهابیون اینه قال هارون رشید رضی الله عنه. ببینید مقدمه ابن خلدون عربیشو میخونیم، این معاویه چون این بود رضی الله عنه، یزید رضی الله عنه، هارون رشید رضی الله عنه، یک نفر از این جنایتکاران از رضوان خدا خارج نیست. اما رسیده ابن خلدون امام حسین میگه ابتزه ایشون از مسیری که مسلمین میرفتن جدا شد، اشتباه کرد، در حالی که ایشون این فکر ابن خلدونه، پنجمین نفر از اصحاب کسا. حالا این عبارت را بخوانم ببینم. ببینید خبر 3898 اینی یعنی چی؟ حقیقتا من، همانا من، بله، من پیغمبر، لعرا لام تأکیده، مطمئنن دارم میبینم، مواقع الفتن خلال بیوتکم، در درون خانه های شما ای اصحاب، اینجا مری خانه های شما تبدیل شده به مرکز چی؟ فتنه، همین اصحاب رضی الله عنه. دقت کن که مواقع القطر. ببینید اونطوری که دانه های باران میباره، بله، دانه های فتنه در منزل شما کاشته میشه. شما کم اینا اصحاب نبودن؟ چرا رضی الله عنه شدن؟ آقا فتنگر هست، یقتلو بعضهم بعضن هست، عمرای سر ملک یکدیگر را میکشن هست، اما رضی الله عنه هم هست. نمیشه این در واقع یک تناقض و تضاد که اشخاصی که واقعا دنبال حقیقت و حقیقت جو هستن با اندکی تفکر روی همین مطالب فعلا پرده های زیادی از جلوی چشمشون تفکری داشته باشه. ببینید یک جمله را من میخوانم، به دلیل اهمیتش آدرس زیادی میدم، بله. اما ضرب بکنید در 10 الی 100 در اینترنت، ما از اینترنت استفاده نکردیم تا این اواخر. ببینید کنز المال 30903 مسند احمد جلد 3 صفحه 472 میگم چیه روایت، نگفت. موجم طبرانی جلد 8 صفحه 383، از سنه ابن ابی عاصم جلد 2 صفحه 632، بله. مطالب العالیه ابن حجر جلد 7 صفحه 223 و 224، مجموع الزواید هیثمی. این آدرس هیثمی را با مطالب العالیه یکی نوشتم، یکی از اینا غلطه، اونم نوشتم جلد 7، بله. مجموع الزواید هیثمی جلد 7 صفحه 223 تا 224. شاید همین درست بوده ولی بعیده. ببینید پیغمبر چه فرموده در اینها، بله. به حسب، بعضی میگن به حسب اصحابی القتل، تمام شد. به حسب اصحاب من کشتن هست، یعنی به تعداد اصحاب من کشتن هست. من چرا معنا کنم؟ آقایان میگن این نیست، یا به تعدادی که صحابه دارم قتله، بله، یا به تعدادی که صحابه دارم قاتله، یا به تعدادی که صحابه دارم مقتوله، یا هر جا صحابه دارم جنگه، ولی برای هر چی هست این نماد صحابه من قتله، یکی از ایناست. عجیب. به حسب اصحابی القتل، اینا کل رضی الله عنهم. قتل هم که چیز مذمومیه دیگه، یعنی بالاخره، یعنی اگر انسان یک انسان رو بکشه، حالا این روایت بعدی به خاطر اجرای حکم الهی، بله، حالا به خاطر امارت، به خاطر حکومت، به خاطر، بله، هر چیزی، به خاطر عداوت، بغض، بله، به خاطر مذمومه. یعنی بند 9 ببینید، چجور رضی الله عنه 3907 3907 از کنز المال، بقیه را برن از اینترنت جمع کنن. سیکون بعدی سلاطین الفتن، بعد از من سلاطین فتنه بر امور مسلط خواهند شد. لا یعطون احدا شیئا الا اخذوا من دینه مثله، به احدی چیزی خدمت نمی کنن، اگر خدمت بکنن به همون انداز از دینشون می دزدن. این خلفای بعد از پیغمبر اسلام است، علی ما ثبت فی کتب اخوان در مسلمین. بله، در همه مدارکمون و سندامون هم از کتاب اهل سنت. ببینید خبر 3908 والذی نفسی بیده، قسم به خدایی که جانم در ید قدرت اوست، لیاتین علی الناس زمان لا یدر القاتل فی ای شیء قتل ولا یدر المقتول فی علایش این قتله. روزی خواهد آمد به خدا قسم، نه قاتل میفهمه چرا اخویشو میکشه، نه مقتول میفهمه برای چین آقای داعش اینو کشته. الله اکبر. داعش رو من میگم. بله نه متوجهم، حالا شما دیگه به روزش کردید، ولی که این وقتی میفهمند پیامبر من بعدی، یه من بعدی یعنی بعد از شهادت ایشون دیگه. میدونید که داعشی ها کلا این تیپ از انسان ها سرشون از ته میزنن، سیبیلاشون هم میزنن، یا ریش بزرگ. بله یه تیپ خاصی دارن. از رسول خدا پرسیدن بفرمایید مشخصات این افراد منحرف چیه؟ این منحرفین. بله. سیماهم التحلیق یعنی چیه؟ عجیب. سیمایشون سر تراشیدن از ته، با تیغ میزنن. دقت کنید. اقوام محلقتا رؤوسهم. از اون طرف هم نوشته یقرؤون کتاب الله محلقتا رؤوسهم. اینها قرآن زیاد میخوانن، نوکر قرآن حسبنا کتاب الله، کلشون هم از ته میزنن. البته نگفته نمونه هر گردو گرده، ولی هر گردی گردو نیست. بله معناش این نیست که هرگز کلش از تحلیده داشیه. نه میخوام بگم تبدیل کردن به شعر. شما نگاه کنید فرما تبدیل کردن به شعر. خب اصلا مناطقی که ما بودیم متولد شدیم همه سرشون الان هم میزنن پیرمرد. نه ایشون میفرماید اینها مشخصاتی دارن. یک، قبلا خوندیم یه جمله، اینها شعارشون بکش بکش. بله فهمیدم. یک. دو، اینها قرآن میخوانند و بس، تأملی نیست، تفسیری نیست. اون وقت اینها از اول تا آخر با اهل بیت هیچ رابطه ای ندارن، مقابل اهل بیتن. اخوی خودش را میکشه، نه قاتل میفهمه برای چی کشته، نه مقتول میفهمه اخویش برای چی کشته. ببینید این روایاتی که سیمای داعشی رو در حقیقت به دست ما میده، خبر 3955، 3961، 3963، 31223، بله تا اینجا. درست شد؟ چقدر وقت داریم؟ تقریبا 18 دقیقه دیگه وقت داریم. خب رسول خدا نشسته بود، خلفای بعد از خود، سلاطین بعد از خودش را کلن ضرب در قرمز زد، آقا اینها ربطی به من نداره. خب اونم گفتیم چقدر؟ 71000 روایت در کتب اهل سنت مربوط به چی آمده؟ مربوط به این تیپ حاکمان بعد از پیغمبر اسلام. سوال کردم بعد از این چی میشه؟ اسم بود. فرمود فرزندان عموم بنی عباس هم. اینا میگن پیغمبرها. خب پس بعد از یک قرن از او چه اتفاق میفته؟ ها فقط عذر میخوام. پس میفهمه که وقتی پیامبر اینجا میفهمن بعد از اون فرزندان عموم عباس، یعنی این صفاتی که نام برد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و در حقیقت سیمای منافقین رو، سیمای اشخاصی که بعد از پیامبر مردم رو به سمت کفر هدایت میدن، در صورتی که از اونها هدایت بشه و در صورت عدم، در صورتی که از اونها اطاعت بشه و در صورت عدم اطاعت از اونها خواهند کشت انسانها رو. اینها قبل از به حکومت رسیدن بنی العباس بودن، یعنی باید این چون جبرائیل، اصلا جبرائیل چند جا انشالله میرسیم، آورده که یا رسول الله بعد قلیل، بله بعد از قلیل از موت تو، از رحلت تو این جریان شروع میشه. اون بنی عباس بعده. میخوام محدوده زمانی صحبت پیامبر، فرمایش پیامبر هم مشخص کنه. بله جبرئیل مشخص کرده تا بتونیم دنبال اون در حقیقت اشخاص بله زمان را کاملا تطبیق کردن. درست. چون خانه‌نشینی تو را میبینم، به تو قدرت نمیدن اما خراب میکنن، برمیگردن به سوی تو. به قدرت رسیدی، هم قاسطین را بکش، هم ناکسین را بکش، هم اون یکی چی بود؟ قاسط مارقین. بله. این روایات به ده ها هزار کتاب اهل سنت گسترش پیدا کرده. امرتو، قال علی امرتو، به من امر شده، مأمورم بکشم بله قاسطین و مارقین و ناکسین. کی فرمود و اگر به تو قدرت دادن. پس معلومه بعد از پیغمبر اسلام به تو قدرت خواهند داد، میدونم بلافاصله به تو قدرت نمیرن دیگران اگر دادن. درست. اگر بعد از من نوبت به تو رسید، یعنی من دیگه به تو قدرت نمیتونم بدم، راه بسته شده، اجازه نمیدم. قدرت رسیدی، کما قاتلت علی التنزیل قاتل علی التأویل، اونطوری که برای اثبات قرآن من جنگیدم، تو برای اینکه معنای قرآن چیست بجنگ. با کی؟ ناکسین، مارقین، میدونم اینا کیه؟ آقا اینا صحابه بودن یا نبودن؟ بله. الله اکبر. والله قاسطین و مارقین و ناکسین بالکل صحابه بودن الا ما شذ و ندر. بله. درست شد؟ بله. پس این که من میگم 10 هزار متن اهل سنت آمده است، علی مأمور بود از طرف پیغمبر، پیغمبرم مهرم زد، حربون لمن حرام، این جنگ ها همه مال منه. درست شد؟ بله. پس آقایانی که میفرمایند کل صحابه عادل، ناکسین عادلن و مستحق قتل، قاسطین عادلن و مستحق قتل، مارقین، تناقض، این تناقض واقعا آشکاری هست. این عبارت رو بخوانم وقت کمه، پس تقریبا 10 دقیقه دیگه بیشتر تا آدرس بدم به دلیل اهمیتش. 31035 از کنز الاموال هست، 31038، 31042، 31036، 31037. قال رسول الله ستخرج رایات من المشرق لبن العباس. از کجا؟ از مشرق. از کجا بودن این آقایان؟ از طرف خراسان شروع کرده بودن دیگه. بله. درست. حالا دقت کنید، اولها مثبور و آخرها هم مثبور. اولشون هم چیه؟ ثبور، کوبیده شده، ما میگیم باطل. حالا آغازشون هم باطله، آخرشون هم هباء چی؟ منثورا. بله منثور، حالا به اون معنا بگیریم. لا تنصروهم، کمکشون نکنید، ولا ینصرهم الله، خدا هم کمکشون نمیکنه. من مشا تحت رایت من رایاتهم، من پیغمبر به شما میگم بنی عباس از خراسان شروع کردن به قیام برای گرفتن قدرت از بنی امیه، هر کس تحت رایه از رایات اونها حرکت کنه ادخلهم الله یوم القیامه جهنم. درست. خداوند داخل جهنم میکنه. خب البته عذر میخوام، البته کسایی که با اختیار خودشون و با رغبت قلبی خودشون زیر پرچم این اشخاص بله. حرکت میکنن، چون در تاریخ هم ما داریم اشخاص زیادی بودن که به قهر و به زور اونا رو بله. با خودشون همراه کردن. یک نمونش هم که امام رضا بله. هم زیر بار نرفت. خب این روایت پیش امام رضا بود، فرمود من قبول نمی‌کنم. برای اینکه بعضی از دوستان در حقیقت جالب بود که امام رضا رو مسئلهش اصلا یادم نبود بگم بله. شما به ذهنم آوردید. امام رضا را مجبور کردن قدرت بگیره، قدرت نگرفت و حالا اسم ولی عهدی اونو باز کشتن دیگه بله. باز کشتن. خب الا آگاه باشید انهم شرار خلق الله، یعنی عباس بدترین خلق خدا هستن. پیغمبر میفرماید هنوز یک نفر از اینا متولد نشده، اینا میگن پیغمبر، اینا میگن معجز. حالا اینجا یادم افتاد اون کسانی که به پیغمبر امام بد میگن از ملحدین، من اسم نمیبرم، برن به یوتیوب بنویسن امتهای مسخ شده، همین ببینن اسم چه کسانی، قیافه چه کسانی میاد. اسم نمیبرم، کسانی که به خدا و پیغمبر فحش میدن از ملحدین در اروپا نشستن، بنویسن امتهای مسخ شده. اون آقام راجع به این چیزا ظاهرا اصلا حرف نزده، ببینن ده ها تصویر از اون آقایان میاد یا نه. اینها جز معجزات باید حساب بشه. بله. شخصی اصلا راجع به امتهای مسخ شده اصلا کتاب نداره، شاید اصلا هیچ بحث نکرده. اما این آقایان به دلیل فحش به امام، به پیغمبر، ببینید یوتیوب چه جوابی میده. اینم جزء جواب خودشونو برن بله. همین جمله را بنویسن ببینن اسم چه کسی 10 تا 20 تا میاد بله. یا ببخشید قیافه چه کسی. الا انهم شرار خلق الله و اتباعهم شرار خلق الله یزعمون انهم منی الا انی منهم بری. بنی عباس میگن ما از خاندان پیغمبریم، درست از بنی هاشم بودن، به همین بهونه هم اصلا اومدن، به همین بهانه، ولی من از اونها چی؟ بری هستم. خب اما روایاتی که بنی مروان را پیغمبر لعن کرده از صدها کتاب آوردن، دقت کنید، کتاب اهل سنت آقایان میگن رضی الله عنهم. بنی ابوالعاص که بابای ایناست، بنی امیه را لعن کرده پیغمبر، آقایان میگن چی؟ رضی الله. اینقدر این مسئله زیاده. یک جمله بخوانم از سلسله صحیحه البانی، بخاری دوم جلد 2 صفحه 139، قال رسول الله سیلی امورکم بعدی رجال یطفئون السنه و یعملون بالبدعه. این ناصرالدین البانی، مغز متفکر آقایان وهابیون. پیغمبر فرموده به این زودی قدرت بعد از من به کسانی میرسه سنت را نابود میکنن، بدعت را ملاج قرار میدن. بنده هم انشالله برای جلسه بعد وعده میدم یا دومی که چه کسی به آقای ابو هریره گفت مردک اگر یک بار قال رسول الله بگی تبعیدت میکنم به دوس منطقه خودت. چی بود؟ مگر آقای ابو هریره که این همه روایت بعد از خلیفه دوم چیز کرده جز قال رسول الله چیز دیگه میگفت؟ کسانی به قدرت میرسن سنت را نابود، بدعت را پایگذار. ببینید این عبارت مال کیه؟ بفهمید. من اسم نبرم، این فلان لم یورث، یعنی اسم نمیگرفت یا اسم گذاری نمیکرد، احدا من الاعاجم الا ولد من العرب. عجب. بله این آقای کنز الاموال دیگه، متقیه، 3493 میگه هیچ کس از عجم حق ارث نداره. خب که بدعت یورث یا یورث یعنی کسی که قائل نبود ارث ببره. بله بله. هیچ کس حق ارث بردن نداره مگر اینکه از عرب متولد بشه. خب این یک بدعت هستش، چون انما المؤمنون اخوه لا فرق للعرب علی العجم ولا الابیض علی الاسود الا بالتقوا. احسنت. خب اینا کیا هستن؟ درست کنز العمال نوشته عمر، من کار ندارم به این. از این قبیل زیاد ما جمع کردیم ببینیم جریان چی هست که خب چون اصلا واقعا همین اتفاقا واقعا با آیه قرآن جمع نمیشه. یعنی اگر واقعا کسی بخواد تفکر بکنه، فکر بکنه، این مطلب، این روایت که در حقیقت یا این واقعه تاریخی، حالا هر چی که میخوان اسمشو بذارن، این با آیه قرآن جمع نمیشه. یعنی با ساده ترین استنباط از آیه قرآن که انما المؤمنون اخوه و احکامی که بر مسلمانان جاری میشه تماما شبیه هم هستش و تفاوتی بر عرب و عجم اینا نیست، با این موضوع جمع میشه. پس اگر کسی یک همچین کار بکنه قاعدتا این عملش بدعت هستش. خب فرمودید 2 دقیقه وقت داریم، 3 دقیقه وقت داریم. این 3 دقیقه خیلی مهمه، مطلبم مهمه. آقایان وهابیون فضای زیبای مکه رو وانمود میکنن. نگاه کنید فضای وهابی، آقا اهل بیت قتل عام شدن مکه به این شکل در آمده. مگر مکه رو روی کعبه مدفونه انداختن؟ مگر آقای یزید به آتش نکشید؟ بله بله. مگر اونجا چیه؟ در تاریخ هم هست که اسمش یادم رفت، یکی از حاکمان قصری، خالد قصری، مدفوع انداختن روی کعبه، روی کعبه نشستن شراب خوردن. اهل بیت قتل عام شد. تمام زیبایی های امروز، اعمال مکه، نماز مکه، همه مرهون اهل بیت هست. درست شد. پس نگید اونجا نماد وهابیت هست، فلانجا نماد تشیع. آقا اسلام همان نمازه، ستون دینه. امام حسین گفت منو بکشید ولی قدرت را به غیر نمازگزار ندید. درست شد. بله. حالا به پیغمبر گفتن شما راجع به وضعیت نظرتون چی؟ فرمود سیاتی علی الناس زمان یصلی فی المسجد یا یصلی فی المسجد منهم 1000 رجل و زیادتون لا یکون فی مؤمن. فضا اینها به وجود میارن، هزار و هزاران نفر نماز میخوانن، مؤمن واقعی نیست. یک نفرشون کجاست؟ کنزالما 31105 31109. بعد پس بنابراین نتیجه این شد که اهل بیت عصمت و طهارت از طرف پیغمبر اسلام معرفی شدن به عنوان امام، خودش هم از در مقابل مخالفین حرفا را زدن و همه را روشن کردن. آقا غیر اهل بیت را ما تایید نمی‌کنیم. احسنتم. خیلی ممنون و متشکر از شما بینندگان محترم هم از اینکه تا این ساعت با ما همراه بودید. خیلی خیلی تشکر میکنم. موفق و پیروز و سربلند باشید. عبداللهی ولی اللهی علی ابن ابی طالب مولا و شهنشاهی اذن اللهی علی ابن ابی طالب مولا به نجف پر زده به حرم سر زده این دل خسته به ذریح شما رشته زلف من از ازل بسته والی اولی عشق فاطمه مرتضا علی باهر الادم والی اولی عشق فاطمه مرتضا علی والله بهترین راهی توی ماه تو قرآن ما مولا توی ماه تو قرآن ما مولا تو خود حقی تو مع الحقی تو فقار تو میزان ما مولا ای لسانم علی زربانم علی یا علی حیدر افتر از مد خدا میگه جانم علی یا علی حیدر یا علی حیدر لا فتا شاه لا کشف ما رو به طلب ای بول نجف آهر الادان والی اولی عشق فاطمه مرتضا علی باهر الادان والی اولی عشق فاطمه مرتضا علی